عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز. خوبید؟ به 12 قدم خیلی خوش اومدید. خب توی این قدم ها قرار هستش که ما اصولی رو یاد بگیریم، کاربردی کنیم و اونو برای زندگیمون استفاده کنیم تا بتونیم زندگیمون رو از اون حالتی که به قول معروف دچار وابستگی شده ترک کنیم و بتونیم مدیریت کنیم زندگی رو و پیش ببریم به سمتی که پر از هیجان و لذت‌های بی‌پایانی وجود داره در اون، تا بتونیم بیش از پیش از زندگی اون لذت ببریم. من نمیگم از زندگی لذت نمیبریم، ولی لزوم این که بتونیم از زندگی لذت ببریم این هستش که با خودمون خلوت کنیم، بیشتر خودمون رو بشناسیم و با همدیگه بیشتر در ارتباط باشیم. خب اصول 12 قدم اصولی روحانی هست که واسطه اون شما آرامشی رو تجربه میکنید و سعی میکنید اون آرامش رو توی زندگیتون پیاده کنید. ما جلسات پیش درباره هارمونی حرف زدیم، اینکه چقدر خوبه بتونیم هارمونی رو درک کنیم توی زندگی خودمون و هارمونی رو با زندگی، یعنی در زندگی با مردم دیگه هم به کار ببریم. قطعا هر کاری در ابتدای سخته، من توقع ندارم که هممون بتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی تمرین کردنش ارزش داره، یه وقتی براش بذاریم و کار رو پیش ببریم. خب هارون خوش اومدی، لطفا بیا در دعا رو بخون و شروع کنیم. سلام علی جان، درود بر شما. سلام، شکرم. وقت بخیر عزیزم. خداوند خود را تقدیم تو می‌دارم، با من کن و از من ساز آنچه که خود اراده کنی، از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم. مشکلاتم را بگی تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم داد. باشد که همیشه بر اراده تو گردن نهم. آمین. همه دیگه انشاءالله باشد که ما واقعا بر اراده پروردگار بتونیم گردن نهیم. بچه این میدونید چیه؟ این یکی بهتون میگم، حالا شاید به کارتون بیاد. زمانی قلم بینی نیست؟ بله قلم بینیه، دقیقا میخواستم هم نمیدونم. زمانی که بینیتون گرفته و خب نیاز دارید نفستون بالا نمیاد، اینو بگیرید باز میکنه منو همین. حالا جدا از این که شما میتونی قرینتی هم استفاده کنی که استاد آسایش قشنگ توضیح هم میده درباره، شما میتونی از این هم استفاده کنید. خب اوضاع احوالتون چطوره؟ میزون هستید؟ روبراه هستید؟ تجربیات جدیدتون چطوره؟ خب بیا هارون بالا بگو ببینیم چه خبر بود این هفته، چه گذشت بر شما؟ با سلام مجدد محضر همه دوستان. هفته قشنگ بود علی جان، چون که اتفاقات رو حلاجی میکنی خودت، باشون روبرو میشی، سعی میکنی تصمیمات درست رو بگیری و هوشیاری رو مقدمه کار قرار بدی و به خواهی همین منظور جانم ببین چقدر تونست خودت بزرگ کنی. چی رو؟ خدا تو خدات الان چند ساعته در هفته؟ اگه سعیم بر اینه که در طول روز تقریبا 20% تا 30% ذهنمو به همین خدمات یعنی اختصاص بدم. سعی میکنم نگه درصدی کار... در طول روز چند ساعت داری برای خدات وقت میذاری؟ تقریبا دو ساعت سعی میکنم به 3 ساعت برسونه، ولی 2 ساعتش حتمیه. سعی بر این که بیشتر بشه این وقته، ولی خب خوبه علی جان، جور در میاد. خداوند زمانی که تو مسیر قرار میگیری یا واشکی یا کم، حالا بحث درصدش نیست، ولی اتفاقات قشنگ میفته، چون که دقیقا زمانی که خواست و اراده تو تسلیم خواست اراده خداوند میکنی خود به خود، نه اینکه به این منظور که دقیقا کارام روبرا بشه، ولی خود به خود اتفاقات قشنگ تو زندگیت میفته. امروز دیشب حالا یه تجربه قشنگی اتفاق افتاد، یه چند لحظه وقت شما رو میگیرم. بگو دیشب
دیشب تو خونه نشسته بودم، خانومم خارزاد برادرزاده داره، اومد یه لحظه و رفت با موتور، جوانه که 15 16 ساله ایه. اومد و رفت و تلفن نداشت دیگه، این تا صبح نیومد. کل خانواده به هم ریخت، آقای حالا چی شده چی نمیشه، این بچه کجا رفت، کی زد کی زد، کی کشت، وسایلش وسیلش بردن، حالا هیچ، خودش کجا دیگه رفته بود، معلوم نیست کجا رفته بود. ما هم پریشان آشفته، ولی حقیقتش نه که این به زور این کار رو انجام بدم، سکوت کردم. به باباش گفتم آقا اصلا گیریم و خدای نکرده گفت اصلا مرده یا زنده باشه، کار ما چی دست اصلا دست ما بر نمیاد، ما هیچ کاری واسه انجام نمیتونیم بدیم. این هم شب تو این تاریکی، رودخونه هست، دره هست، اتفاقا مکانهایی که جای پیکنیک بود رفتم دنبالش گشتم، ولی هیچی آیدم نشد. آخرش خسته شدم اومدم با همون نگرانی خوابیدیم، همه بیدار تا صبح ساعتهای 5 دوباره حرکت کردم، رفتم وظیفه خودم رو انجام دادم، دور زدم اومدم تو شهر، یهو همدیگه رو دیدیم، پسره رو دیدم. و دقیقا تو این عالمی که داشتم میرفتم، این جریانه رو داشتم تجربه میکردم، با خود گفتم خدا حالا اتفاقات همه دست خودته، به من هیچ ربطی نداره، من نمیتونم، فقط وظیفه من اینه که دارم این اقدامه رو انجام میدم، برم دنبالش بگردم، حالا شد شد، نشد و نشد، ولی نیتم این بود که خدای این انجام بشه، این زنده من ببینم، چون منطقه ما یکم که آشفته از نظر امنیتی، به خاطر این خیلی ترسیده بودم. بچه‌ها دیدمش، پرسیدم کجا رفتی، گفت رفته بود پیش دوستم بودم، خونه همسایه‌شون همین نزدیکی‌ها، ما رفته بودیم 20 کیلومتری 10 کیلومتری شهر رو گشته بودیم، زیر این پل بگرد اون روز کنه بگرد. آره اینجوری، حالا اینه که با همه استرسی که هم داشتم، ولی آرامش خودم رو حفظ کردم، گفتم خدا صاحب اون هم شمایی، صاحب من هم شمایی و صاحب همه اتفاقات شمایی، بالاخره هر چی رقم بزنیم تأثیریم اونی. و دقیقا خداوند، حالا نمیدونم تقیب توقی کرد، خواست خدا بود، هر چی بود قطعا خواست خدا بود، اتفاق شنگه افتاد و این اومد برگشت به خونه، به همین سادگی. آره درسته، درست بود. حال کل زندگی ما اینجوریه، کل زندگی ما کلش هم اینجوریه، قرار نیست این اتفاقا نیفته، بیفته من بتونم مدیریتشون کنم، بتونم طبق خواست اراده خدا عمل کنم، در جیغ و داد نکنم، در مقابلش وای نستم، چرا خدا دی این کارو کردی، چرا شد، چرا مرد، چرا رفت، چرا اتفاق افتاد، این چراهای بدتر میشه واسه من، کینه، رنجش، درد بیشتر میاد به سراغم. آره آره. تونستی آرامش بگیری در حین اینکه ناآروم بودی؟ نرفتی سمت مسکن؟ اصلا ببین تو این تایم ها که خیلی خب استرس زیاده، مسکن خودشو خوب نشون میده. چی کار کردی اونجا؟ اگر ریلکس بودی، آروم بودی و مطمئن بودی و دل و سوار بودی به قولی، یعنی اینکه تو مسکن استفاده نکردی. ولی اگر نگران بودی، بیتاب بودی، بدخلق شدی، یعنی مسکن داشتی استفاده میکردی. اتفاقا اینا همشون جر و بحث میکردم، فقط من همینجور یواشه که اومدم تو خونه، گرفتم دراز کشیدم، بعد از تجسس که کرده بودم دوربر چیزی آیدم نشد، اومدم دراز کشیدم، به باباش گفتم آقا از من و تو هیچی بر نمیاد، الان تو این ساعت 3-4 شب هیچی بر نمیاد، من برم دراز بکشم، میخواد گفتم چی کار بکنم، خوب میشینیم روز روشن که بشه بعد میریم اقدامی میکنیم، اگه زنده باشه میاد، اگه مرده که میریم جمعش میکنیم. گفتم هیچ اتفاقی هم نمیفته، و دقیقا همی اتفاق افتاد، همه چی خوب درست از آب در اومد، نه استرس نداشتم، خدای جدی میگم. بعد یه سوالی، اگر توی مسیر 12 قدم کسی لغزش کنه چی میشه اون موقع؟ یکی لغزش بکنه؟ آره خب بذار لغزش کنه هر جا. ببین دست من نیست اختیارش، افسارش دست من نیست. نه دیگه، قرار شد از تجربه مون بگیم، ما سعی میکنم در معرض آقا یکی تازه کار اومده لغزش کرد، چی میگی بهش؟ یکی اومد اصلا امروز تو گروه مون هریز، یکی پرسید من حالم خوب نیست، خب هی لغزش میکنه دقیقه همیکنه میگه، گفتم ولی شما باید با خود تأسیسات کنی یک جوری، ببین گفتم مرحله لغزش یک بار اتفاق نیفته، تو خیلی چیزها رو ردیف میکنی، آماده میکنی اتفاقات پشت سر هم، و باعث میشه که این
بیاد به سراغ زمین رو خودت فراهم میکنی. طرف به من زنگ میزنه، من یک کلید تو خونم گذاشتم، حالم خوبه، 4 سال پاکم، ولی گفتم تو از نظر ذهنی داری مصرفش میکنی، درست نظر فیزیکی سالمی، ذهنت اونجاست، هی درگیر این جریانه. تو نیازی نیست تو بیا بخاطر مقاومت خودت بیاری یک کلید بذاری تو خونه مقاومت من بره بالا. گفتم تنها راهش اینه که یک جای ما همه چیزو باید قطع کنیم، ارتباط رو برم سرک بکشم، آقا از نظر ذهنی دنبال مواد برم، آقا من برم تو این مکان مصرف قرار بگیرم، آقا دنبال این طمع برم، دنبال پول و ثروت برم، جواب میده نمیده، حالم خوب میشه نمیشه. گفتم نه، تو بیا اول سنگاتو با خودت واکن، مسیر ما دوتا بیشتر نیست، یا برو اون ور یا بیا این ور، یا پاک و صاف با صداقت با خودت داشته باشی، پاک و صاف زندگی کن، یا برو همون راهی که قبلا داشتی. کدوم بیشتر دوست داری؟ میگه همین راهی که من الان هستم. گفتم پس همین رو ادامه بده، اگه قطعا مطمئنی که حالت خوبه و حال تو تغییر میده همین خوبه دیگه. لغزش به اون صورت که من بگم، ولی در کل علی جان زمینش من خودم فراهم میکنم هر کی باشه. آره. ما سعی میکنیم زمینه دوربر این جریانات منجر به لغزش میشه نریم، اولا اگر رفتیم اتفاق افتاد خودمون مسئول شیم. یه سوال دارم، لغزش خب برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته، چرا ما اصلا حالا اون بد میشه که لغزش کردیم؟ مگه نباید لغزش کنی؟ مگه نباید تو تجربه داشته باشی؟ اگه میخوای تجربه داشته باشی پس چرا نگران لغزشی؟ دقیقاً اینطوری بهش نگاه کنیم که آقا لغزش هم یه بخشی از مسیره، اگر لغزش نکنی چطور میخوای به نفع؟ حالا یه سری ها میان دیگه همش تو لغزش هست، اینو برای کسی میگم که مثلا در سال یه دونه لغزش دو تا لغزش رفتش چیز این تو ذهنش باشه که آقا من انسانم و اگر خطایی میکنم به خاطر اینه که دارم بهبود پیدا میکنم، دارم شرایطم خوب میشه و خیلی نباید به خودم سخت بگیرم از این بابت که دیگه من اومدم تو مسیر بهبودی سلامت و دیگه هیچ اتفاقی نباید بیفته. به نظر من یک کم این سختگیری بچه‌ها باید کمتر بشه به خودشو. البته کسی که مدام لغزش میکنه رو نمیگم، کسی که سال یه دونه لغزش داره چون که بدون عادیه، سالی دو تا سالی 5 تا عادیه، ولی توی که هر روز داری لغزش رو انجام میدی بدون مسکن تو کنار نداشتی. خب دقیقا حنیف هم اومده، امشب حنیف هم هست. حنیف میای صحبت کنی؟ دوست داری حرف بزنی؟ داری صدا رو؟ بریم سراغ قدم 4، ادامه مسیر. 4 اون خیلی طولانی و مشتی شده، اصلا صفا کنید، حال کنید. خب ما تو اونجا تو جلسه قبل گفتیم که چقدر خدا تو زندگیته و دعای خشم رو خوندیم، خدای مرا از خشم حفظ کن و بگذار آنچه خواست توست به انجام رسد. ما نمیتونیم، حرکت میکنیم و دور هم جمع میشیم که حالمون خوب بشه. حال خوب موقت رو ترجیح میدیم به حال خوب دائم. دیگه چی گفتیم تهش؟ ببینیم چون امروز یکی دیگه از سوالا رو میخوام مطرح کنم. نمونه هستش که اینجوری هستن. خب ما خودخواهیم، بررسی خودخواهی هم کردیم، غرور رو بررسی کردیم. خدایا کمکم کن قوی باشم، بتونم بهش عشق ببرزم و خدمت کنم. درباره کسی که کنار تو هست و تو ازش رنجش داری و باهاش کنار نمیای. در این قدم داره میره، خدایا کمکم کن رنجشم رو بذارم کنار و بتونم سرشار از عشق بهش نزدیک بشم و تاثیرگذار باشم. قشنگه دیگه، که بتونیم تو زندگی هم تاثیر خوب بذاریم، عشق و قدرت و محبت رو، مهربانی رو به هم یاد بدیم. خدا اومد تو زندگیت، تو خودتو از این لجن کشیدی بالا،
نمیخوای دست کسی رو بگیری، تو فکرش نیستی که به کسی کمک کنی. خدا کلی بهت سیب داد، الان وقتش سیبایی که خوردی و دونه هاشو جمع کردی بری بکاری، وقتش خدمت گذاری کنی. تو قدم سه برگشتی گفتی پروردگار خود را به تو میسپارم، گفتی که خدایا من ابزارتم، من وسیلتم، تو شروع کن، من هستم. اگر با این دید نگاه کنی به 12 قدم، میتونی رشدت رو انجام بدی، رنجشت رو کنار بذاری. در غیر این صورت نمیتونی و پیش نیازت خداست و قدم سه. پس اگر در قدم 4 دچار رنجش، خشم، دوری شدی و حسهای بدی گرفتی، عیب نداره، مجدد برو قدم 3 رو گوش بده، حالت رو مجدد خوب کن و مجدد برگرد به قدم 4 تا حالت رو بتونی عالی تر از قبل نگه داری. هر قدمی گیر داشتی رجوع کن به قدم قبلیت. خب بعد میری تو قدم 3 میگی خدا چیه و اینا، اصلا کی گفته خدا هست و فلان و بیسار، اصلا یا مثلا برمیگردی موضوعی که میگی که خب این اگه بگی خدا کیست و چیست که باید بشینی قدم 3 رو مجدد کار کنی، ولی برمیگردی میگی که همه کارا رو با احساس هم انجام میدم، دیگه باید بری قدم 2 بشینی بخونی. چون توی قدم 2 ما یاد میدیم که تو عقل داری، بزرگترین ابزار تفکر و بزرگترین رفیق توی انسان عقل هست و هیچ چیزی در مرکز قلب وجود نداره. اینو ما بارها گفتیم، هر چیزی هست این بالاه، هیچ چیزی این پایین نیست. توجه نکنید به اینکه چیزی این تو باشه، آقا این تو یک مرکز پمپاژ خون هست، فقط همین، از این دیدگاه بهش نگاه کنید. و هر چه هست در مغز هست، نیم کره راست و نیم کره چپ. این دو نیم کره حکم احساسات، درک های معنوی شما و راهبردهای منطقی و راهبردهای احساسی رو دارن که به واسطه اراده شما تصمیم بر این میشه که از کدوم استفاده کنید. اینکه شما دوست دارید از کدوم بخش از مغزتون که احساسات میشه و منطق میشه استفاده کنید به خودتون ربط داره. و در قدم 3 ما میآموزیم که بجز نیمکره راست و چپ، احساس و منطق، چیزی فراتر وجود داره به اسم معنویات. در روانشناسی ما در قدم 2 گفتیم مطرح میشه که میگن نمیدونیم چی هست، ولی یک چیزی هست که الهامات رو انتقال میده، یک چیزی هست که وقتی خوابی انگار خبرها رو به تو میرسونه، یه چیزی هست ما نمیدونیم که اریک برن، یکی از روانشناسان برجسته که خب از آشناهای و از دور و بریای زیگموند فروید بود و فروید هم خب خودش دیگه حرف داره برای گفتن توی روانشناسی، این به این باور رسید با اینکه شهود بسیار زیاد داشت، ولی شهود هیچ ربطی به اون الهامات و معنویات نداره. شهود یک چیزی هست منطقی و بر اساس داده های منطقی و هیجانات شما تصمیم هایی میگیره که شما فکر میکنید معنویه، در صورتی که هیچ ربطی به معنویات نداره. معنویات از شهود جداست و اینها رو توضیحاتی هست که در قدم های پیشین قشنگ هست که شما بهش گوش بدید و رشد خودتون رو در گروه دقیق شدن در زندگی خودتون، من چه کار دارم میکنم، چرا دارم این کارو میکنم، چه راههای دیگه ای وجود داره، آیا این تصمیم من خصمانه است، آیا این تصمیم من از روی احساس، آیا منطقم هست، آیا از روی خشمم هست، آیا از روی عقده‌هام هست، کینه دارم، آیا میخوام تلافی کنم، و ممکنه هر چیزی باشه که به جز در روانشناسی که بررسی میشه هیچ. هر کسی باید برای خودش بدونه چرا دارم این کار، چرا داری 12 قدم میخونی، چرا قدم 4، حتما نیاز داری بهش. و اگر معتقد شدی به اینکه نیاز داری و باید حرفه‌ای بری جلو، ازت خواهش میکنم که پا پیش نکش، پا پس نکش و ادامه بده طوری که هیچ کس تا حالا اونطوری ادامه نداده. به خودت بگو من یک دیوانه ای هستم که باید 12 قدم رو به بهترین شکل ممکن ببرم جلو. این دیوانه بودن از عشق میاد، مجنون بودن.
خب پس پیش نیازها رو رعایت کنید. موردی نیست که کسی بگه آقا من نمیتونم. موردی هست که میگه کسی نمیخوام. اگه نمیخوای خوب بحثش جده. قدم ها رو با زندگی رو باید زندگی کنی، انجامشون بدی. حرف و لب و دهن نیست، بیشترش عمل هست. ممکنه یک حرفی، صحبتی، تجربه بیانی چیزی باشه، ولی در کل تو مجبوری در قدم ها یک سری کارها رو به جز انجام بدی. اول خودت، یادتون باشه به ترتیب، اول و اول تو باید و باید به خودت برسی. غذای خوب بخوری، مغز درست کار کنه، احساسات درست کار کنه و گوشه ای از زندگیت رو برای یارت میذاری، برای خانوادت میذاری، برای دوستات میذاری، برای دورترها میذاری، فامیلای دور، همسایه ها و هر چقدر موند رو میبری برای جلسه. ببین با این احتساب که من برنامه ریزی کردم براتون، فکر نمی کنم چیزی دیگه ای بمونه. یعنی من که به شخصه وقت برای جلسات نداشتم. وقتی قدم ها رو حرفه ای شروع کردم کار کنم، اونقدر که وقت من رو میگرفت قدم ها، مثلا من وقت میذاشتم برای استراحتم، میرفتم بیرون یه دفترچم کنارم بود همیشه، تا اسمی به ذهنم میرسید قدم چهار شروع کردم نوشتن، یه جا میشستم مینوشتم. وقت نبود دارم جلسه. الان وقت جلسه رفتن نیست، الان وقت قدم چهاره، وقت کار کردن رو خودته، وقت اینه که بگی من میتونم و باید بهترینم رو برای خدا انجام بدم، چون خدا وعده داده به من که برای من بهترین ها رو کنار میذاره. لیاقت تو بیشتر از اینه که بخوای به زور با کلت بری جلو. هرچی با کلت تو این قدم ها بیشتر بری، قلبت کوچیکتر میشه. من گفتم فکر قوی ترین، بهترین، قدرتمندترین رفیق توه. انتخاب رو هم گفتم. شما میتونی خیلی جاها انتخاب کنی که با احساساتت بری جلو، با منطقت بری جلو و تصمیم با توه. ولی باید تجربه کنی. تجربه زیباست و میتونه کمک کننده تو باشه. از تجربیات هم استفاده کنیم. مثلا دور هم میشینید به جای اینکه صحبت‌های حاشیه‌ای بکنی. حالا درسته همه چی قیمت‌ها بالا رفت و بعد هو فشار زیاده، ولی ما ساده بگم تو خدمت سربازی یاد گرفتیم آقا یه هفته هم بگذره تو با یه دونه سیب زمینی میتونی سر کنی، با یه تیکه نون میتونی سر کنی. پس سخت نگیر زندگی رو. نمیگم بی خیال باش، نمیگم بی توجه باش، ولی سخت گرفتنش تو رو نابود میکنه. آنچه داری رو انجام بده، آنچه در توانت هست رو انجام بده. قطعا تو مالک ایران نیستی، تو مالک زمین نیستی، صاحب داری. صاحبش اون بالا نشسته به قول ما، یا میگیم درونمون هستش. هر جایی که هست میدونه. الان تو تصمیم برای تو تصمیم گرفته که اینطوری باشه زندگی. چرا میخوای بجنگی باهاش؟ چرا میخوای به زور کاری رو پیش ببری که سودت نیستش؟ علتش چیه؟ با خودت یک بار بشین تنها، روبروش رو با خودت، چرا این اتفاقا میفته؟ چرا اینطوری میشه؟ مگه چی شده؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ اصلا چرا باید اینطوری بشه؟ برای منم سواله. ما فقط و فقط خودمون هستیم که تعیین میکنیم چه اتفاقی برای زندگیمون قراره بیفته. من انتخاب میکنم که زندگی من چگونه باشه، چطور باشه. زندگی من چقدر پر از خوشی باشه، چقدر پر از درد باشه. هر روز صبح به صبح میتونی برای خودت نامه بنویسی. ممنونم که من رو سالم آفریدی. ممنونم که به من بدنی سالم دادی. ممنونم که و تشکرهای فراوانی که داری. بعدم پارش کن بندازش دور. اصلا مهم نیست نه برای من نه برای کسی که این نامه چی هست و چجوری قرار باشه. چیزی که مهمه اینه که چقدر میخواد طول بکشه تا تو به زندگی خوشت برگردی. سعی کن قدردان چیزی باشی که خدا برات داده و از اون چیز استفاده کنی.
و اگر چیز دیگه ای میخوای یاد بگیر تو رو خواستنت باید کار کنی. ما تو این دنیا چیزی نمیخوایم در 12 قدم، این اصلش. ولی خب بعضی وقتا پیمتر چیزهایی به ما داده میشه، ما باید یاد بگیریم همونطور که تو خدمت کردن میگه آقا ما انتخاب نمی کنیم که بکی خدمت کنیم، اون کسی که باید بهش خدمت کنیم الان کنارمونه و من باید یاد بگیرم خدمتگزار باشم. و توی این مراسم، توی این آیین، توی این فرهنگ، توی این دیدگاه، هر چی که اسمشو میذارید، شما باید بدونی که خدات قدرتمند، عاشق و مهربونه و قادر هست هر کاری بکنه. اگر هنوز بر این باور نیاوردی، بشین قدردانی رو بنویس، بشین معنویاتت رو با خدا در میون بذار، نامه هایی بنویس برای خدا، پارش کن، مچالش کن، بنداز، آتیشش بزن. از کسی ناراحت شدی تو دفتر رنجش هات بنویس، علت ها رو بیا و مطمئن باش که تو میتونی. گاهی وقتا علت این که ما در 12 قدم تسلیم میشیم اینه که ما شک داریم که ما میتونیم. و در طول مسیر من مسئولیت سنگینی بر عهده‌ام، من هم مسائل خودم رو دارم، به هر حال مشکلات خودم رو دارم و سعی میکنم مدیریتشون کنم مسائل رو، و همیشه در قدم ها سعی میکنم که از هفته‌ای که گذشته برای شما بگم، این هفته به من همین هایی که گفتم رو فهموند. و چه جالب که من صفحه رو که باز کردم دیدم اینها رو باید میگفتم و مثال هایی که الان براتون زدم برای همین هفته بود. ناامید نشو، تو میتونی، چون خدا تو رو گذاشته اینجا که تو بتونی. اگه کمیاری نداره ناامید نباش، مجدد اجرا، مجدد انجام بده. اگه جایی از تو توقع دارن به تو ربطی نداره. اگه از جایی از تو زیادتر میخوام بازم به تو ربطی نداره. اون چیزی که به تو ربط داره، آیا امروز تونستم از کسی رنجش بنویسم تو دفترم؟ از کسی رنجیده شدم نوشتم؟ چند وقت دفترم رو باز نکردم؟ خب سوال اینه دیگه، مگه قرارمون نیست که این رو پر کنیم؟ ما تو قدم 4 دقیقا میخوایم همین کارو بکنیم، فقط بعضی جاها کم میاریم، فکر میکنیم ما تنهاییم. درسته که تنها نیستی، کل دنیا دارن این کار رو انجام میدن. یه کارهایی نمیتونی انجام بدی، اب ندارم، نتون دیگران از توقع دارن، توقع دیگرانه، بازم به تو ربطی ندارم. نظر دیگران درباره تو هیچ ربطی به تو نداره. مثلا من بگم هارون تو چرا سنت باله؟ آقا به من چه هارون سنت باله؟ حالا من پروازی در میارم برمیگردم میگم هارون تو چرا سنت بار؟ آقا اصلا نظر من درباره سن هارون به اون ربطی نداره. اینو قانون کن تو زندگی که نظر دیگران درباره زندگی تو به تو ربطی نداره که باهاش بخوای خوشحال بشی یا ناراحت بشی. یا مثلا برگردم میگم هارون چقدر حرفه‌ای داری 12 قدم کام کنی. هارون تو دلش اوکی، تو روابط عمومی میگه ممنون مرسی از لطفت، ولی در باطن میگه این چیزی نیستش که ذهن من بخواد خوشحال بشه. دو جلسه پیش درباره هارمونی صحبت کردم، هر موقع دیدی پول کردی بدون ذهنت خوشحال شده، آقا جدای خوشحالی ذهنو بگیر. چرا ذهن باید خوشحال بشه بخاطر اینکه من از هارون تر بگی کم بود داری؟ الان همه میگن نا نداریم فلان میزا، بعد مثلا یکی ازش تعریف میکنه مومنش خانن جانش خش شود ول منافق تیز و پر آتش شود. دست از تایی طلبی برداریم دیگه، این برای مولانا بود، شعر توتی و بقال، خیلی زیبا گفته. مؤمنش میخونی، مؤمنش میخونی حالش خوش میشه، بر منافق تیز و پر آتش میشه. تو نیاز به تایید داری اگه این اخلاقو داری. هممون همین، سعی کنیم روشی رو پیدا کنیم که به نقطه صفر انسانیت برسیم. در نقطه صفر انسانیت انسان هم دروغ نمیگن، در نقطه صفر انسانیت انسان ها به هم کمک میکنن، در نقطه صفر انسانیت انسان ها کنار همان بیش از پیش. یعنی تو الان اگه دروغ نمیگی برتری به نشدی، تو تازه رسیدی به نقطه صفر انسانیت. تو اگه متکن استفاده نمی کنی، خشم نمیگیری، تو تازه رسیدی به نقطه صفر انسانیت. در ضمن کی گفته که انسان کامل وجود داره؟ در ضمن کی گفته که یک انسان غذا نمیخوره، آب نمیخوره؟
اینجور خورا این تو انسانی. یکی میگه گوشت نخور بخور، یکی میگه سبزی بخور، یکی میگه سبزی نخور، یکی میگه آقا هر جور هر چه میخواهد دل تنگت رو زندگی کن که برس به نقطه صفر انسانیت. اگه با غذا خوردنت داری تو اینستاگرام پوزشو میدی دهن ملت رو سرویس میکنی، بدون تو مشکل داری، بدون هنوز با انسانیت فاصله داری. اگه دنیا شده دنیای اینترنت و اینکه کاری با اونا ندارم که کارشون اینترنت ها، دنیا شده دنیای تایید طلبی، دنیا شده دنیای خوشنودسازی دیگران به خاطر تایید گرفتن، بیا بیرون. تو اولویتت خودتی، بعدش یارته، بعد خانوادته، بعد دوستان و بعد دورتر. من دوستانی دارم، 5-6 تا دوست دارم، حالشون رو هر هفته میپرسم. با اینکه جایگاه هم طوری هستش که اگر دیگران این جایگاه رو داشتن برمیگشتم میگفتم او نگاه کن تو نباید به اونا زنگ بزنی، اونا باید به تو زنگ بزنن. ولی اگه اینو بخوایم بگیم که همه از هم دور افتادیم دیگه، کسی نزدیک به کسی نیستش، جایگاهی نداریم، ما با 4-5 رفیق داریم دیگه، هر کدوم 10-15 بیشتر دارم. خواهیم حال کنیم تو زندگی، به هر جایگاهی هم برسی میخوای حال کنی، تو میخوای رضایت داشته باشی از زندگی، پس تو برتر از کسی نیستی. آدم ها دوست ندارن با کسی که خودشون رو برتر میدونن صحبت کنن. شاید خیلی وقتا که رنجش گرفتن ازت به خاطر اینه که تو خودتو برتر دونستی. شاید یه مدت باید ذهنت رو آماده کنی برای اینکه ذهنت رفیق بشه با اتفاقات. خب اتفاقات خوبی که نبوده، یک سری رنجش ها بوده که تو قدم 4 نوشتی، شاید باید به ذهنت استراحت بدی، نه اینکه نازشو بکشی، استراحت بدی. مثلا به جای اینکه هر روز فکر کنی که من چجوری خدمت کنم به اون آدم، چیزی که برات مقدور شده رو خدمتشو بکن. آقا به دلت میفته یه کاری انجام بدی، تو رو خدا چیزش نکن، عقبش ننداز، اون چه به دلت افتاده رو انجام بده. خودت میدونی چی میگم، منظورم اون نیستش که تایید طلبی باشه، منظورم اینه که آقا درونت هرچی هست رو بریز بیرون، بعد ببین چی میخواد زندگی ازت. یک ساعت با خودت بشین فکر کن. حالا ماشین داری، بچه‌ای که جنوب هستن سمت چابهارن، اونا ویوی غروب خیلی قشنگی داره یا طلوع خورشید قشنگی داره، برو تو طلوع بشین، تو غروب بشین. حالا اینجا توی شهر بیشتر کافه و اینا هستش که ما متاسفانه باید مصنوعیه اون چیزها رو شبیه سازی کنیم با موزیکی چیزی، ولی خب وقتی طبیعت هست، هارمونی عظیم دنیا و بزرگترین ریتم دنیا، ریتم نظم خلقت وجود داره، چرا ازش استفاده نکنیم؟ اینایی که تو جایی هستن که موقعیت داره، که بالا پشت بوم زیبایی داره، مثلا بچه‌ای که تو لافت قشم هستن، فقط کافی دو قدم راه برن، برن تو کوچه پس کوچه ها بشینن، غروب رو ببینن. آقا غروب کمک میکنه به تو. آقا یه سفر برو، قدم 4 تو برو تو سفر طی کن، یک هفته سفر. خب الان میدونم هزینه ها بالا، لابد میگی نمیشه، ولی اگه دارا هستی این فکر خوبه. آقا برو تو سفر، قدم 4 کامل منطقی یاد بگیر تو اینجا، بعد آقا بگو یک ماه میخوام نفس بدم به خودم، یک هفته میخوام به خودم، 10 روز میخوام به خودم نفس بدم. برو سفر، خودت رو بشناس. این شناختن ارزشش خیلی بیشتر از اینه که من بیام برای 10 ساعت صحبت کنم. اگرچه ما قادر نیستیم به تمام مردم دنیا کمک کنیم، اما خدا به ما نشان خواهد داد که چگونه مهربانی، عشق در نگاه دیگران هم زیباست. یعنی زبونت بشه زبون خدا، حداقل چگونه با عشق و مهربانی به هم نگاه کنیم. یه ساده بیاید نگاهمون رو عوض کنیم. خیلی ها تو این شرایط نگاه بدبینانه دارن. آقا انقدر انگار نتورک، بچه ها رو میخوام بیارم تو 12 قدم، انگار میخوام نتورک کار کنم باش، فالوش میکنن، بعد اصلا یه وضعیت، آقا ما 12 قدم اصلا گفتن نداره که، تو نباید فالو کنی کسیو. آقا تو وظیفت اینه که مهربون باشی، عاشق باشی، قدرتمند همیشه باشی. آب قدرتمنده، جریان آبو ببین، توی رودخونه راه افتاده همه رو سبز کرده، اون قدرت داره. تو حتی اندازه آب هم قدرت نداری،
تو ته قدرتت اینه که یا همه چی مال خودت میدونی، یا با تکنیک های منیپولیشن یا مهندسی توی زندگی دیگه، یا نقشه کشیدن میخوای زندگی رو به هم بزنی و خودی نشون بدی، یا زیرابی بزنی، میخوای چی کنی؟ خب باش، بودن رو لذت ببر، بودنت رو به شدن تبدیل کن. باش، من هستم و این بودن من خواصی داره، خواصش رو به رخ بکش، عرض اندام کن. این کاری هست که تو به عنوان انسان میتونی انجامش بدی. توی دعاهامون از خدا بخوایم که با عشق و محبت به هم نگاه کنیم. بعضی وقتها سالها طول میکشه تا آدم آروم بشه و خب من پیشنهادم اینه که اگر میبینی از چیزی رنجش داری و رفت نمیشه به زمان بده، بنویس تو دفترت و یادت باشه که قراره بهبود پیدا کنه. بله، بریم برای نوشتن ستون بعدی. ما قرار شد در نوشتنها کاری به کار اون کسی که انجام داده نداشته باشیم. اون مریض، اون دیوون هست، هرچی هست، بماشیم. اشتباه من چی بوده؟ بچه ما باید دنبال اشتباه خودمون باشیم توی قدم چهار. به ما چه دیگران چه اشتباه، چه مریضی و مشکلی دارن؟ تو باید چجوری رفتار میکردی و اشتباه تو دقیقا چی بوده؟ یا با خودت رو راست باش دیگه. تو باید ادعا کنی. حالا سهم تو چیه؟ اشتباهت چیه؟ سوال جدید، سوالی که قراره توی یک برگه بنویسیم کنار بقیه سوالها و در تمام دفتر جوابش رو بنویسیم. کجا خودخواه بودم؟ کجا نادرست بودم؟ کجا خودپسند بودم و کجا وحشت زده بودم؟ این سوالمون چهار قسمت داره که من وظیفه دارم امروز برای شما این چهار قسمت رو توضیح بدم. منظور از وحشت زدگی رنجش ما به خاطر ترسیدنمونه، ترس از آینده، ترس از قضاوت دیگران. اگر میبینید موردی هست لطفاً این فایل رو چندین بار گوش بدید بعد از من بپرسید، چون سرعت بالایی اینطوری میدیم جانو. خودپسند، اگه من جاش بودم این کارو میکردم، اون نمیفهمه، من میفهمم، ولی دریغ از این که تو جای اون نیستی. حمل کردن کیسه کثافتی که رو دوشت، خشم و رنجشت رو بیشتر میکنه. نادرست، حقیقتی رو نمیدونی، درست متوجهش نمیشی، قضاوتش میکنی، برچسب میزنی و نادرست به قضیه نگاه میکنی. پدری که پسری رو کتک زده، درست پسر الان رنجیده شده، ولی آیا میدونی چه بر سر پدر گذاشته که الان با تو اینطور رفتار میکنه؟ نه، جوابی نداری. پس تو نادرست میبینید مثالش اینه. اونطور کرد، دلم خواست داستان رو، دلم میخواد داستان رو میگم، اونطوری که دلم میخواد داستان رو میگم، اصلا ماجرا رو به نفع خودم تموم میکنم. در صورت که نمیخوایم واقعیت رو ببینیم و در نادرست بودن ما حقایق رو نمیبینیم، قضاوت میکنیم، برچسب میزنیم و این اشتباهه. و نمیایم بگیم که اون چه مشکلاتی داره و نمیخوایم بگیم که رفتار اون به نسبت اتفاقاتی که افتاده براش درست بوده. اصلا نمیایم کفشش هم بپوشیم. بچه نادرست یکم پیدا کردنش سخته، ولی ازتون میخوام باهاش یه چالش داشته باشید. خودخواه بودن دیگه، این که خیلی باحاله دیگه، خودمونم میدونیم، یعنی کسی که من میکنه، من بلدم، من میتونم، نقشه میکشه. بچه وقتی کاریو میکشی تو باید بگی من بلدم. وقتی یه کاریو انجام میدی، حرفه‌ای هم هستی توش، اگه نگی من بلدم یعنی غرور نداری. تو باید غرور داشته باشی. وقتی من متخصص هستم تو امر صدا، تو امر مهندسی، خب من میگم من بلدم. ترسو بودن خیلی بدتره. ولی یه موقعی هستش تو اصلا بلد نیستی، برای اینکه کم نیاری میگه من بلدم. این فرق، تو مدرک داری، درسشو خوندی، اصلا تجربهش کردی،
حتی تجربهش هم نکردم، میگه من بلدم، یعنی به بلدم بلدمه که تو خودخواهی. این سوال هایی هستش که این هفته باید راجبش کار بشه و ازتون میخوام هفته بعد هفته سبکیه. من یک کوتاه فقط میام، احتمالا یه رو 20 دقیقه ای باشه از این هفته های کوتاهمون باشه، ولی خب ازتون میخوام که این قدم چهار رو امروز دو هفته تقریبا براش وقته، چون هفته بعدم یه یادآوری این هفته است و همین که یه توضیحات مختصری بدم و میخوام بیشتر رو قدم چهارتون مانو بدید توی این سوالات که کجا خودخواه بودم، کجا نادرست بودم، کجا وحشت زده بودم و کجا نیکیشی بود، کجا خودپسند بودم. و این موضوعی هست که این داستان این هفته و هفته آینده قراره باهاش طی کنیم. من در کنارتون هستم. بریم برای قسمت پرسش پاسخ. دوستان من منتظر شنیدن سوالاتتون هستم. بفرمایید. هارون بره. من یکی یکی بچه رو صدا میکنم. میکروفونتون رو باز کنید. سوالاتتون رو بپرسید. هارون بگو. خدا قوت بده. شکر. اجا من این چیزایی که نوشتیم میخونم. ببین درست هست یا نه. بگو. حالا اون لیست شما با این لیست ما نمیدون. تناقض داره. بگو. حالا نیازی هست بگم مثلا از چه کسی رنجه هارو من لیست رو بعدم تو میزم. آره حالا بگو. از چه کسی رنجش دارم؟ یک. دو، دلیل رنجش من چیست؟ بله. سه، به کجای من برخورد؟ درسته. چهار، اشتباه من چی بود؟ اینه. پنج، کجا نادرست بودم؟ شیش، کجا خودپسند بودم؟ نه اینا رو سوال کجا... رو جدا نکن. اینا همه یه سواله. این چهارتا همه یه سواله. آها یعنی از اشتباهی من چی بود به بعد؟ آره آره اشتباه من چی بود؟ می نویسی من خودخواه بودم، نادرست بودم، خودپسند بودم و وحشت زده بودم. آها یعنی هم... یکیه این خاصی دلیلم پایینش می نویسی که بدونی ماجراش چی بوده. درسته. ما داریم این کار میکنیم که ذهن خودش رو آماده کنه برای پذیرفتن این ماجرا. اون بحث جبران خسارت بدهکارم آخریه اینجا. اصلا نداریم. سوال آخرمونه. آش. آره. آره. سوال آخره که بعدا مطرح میشه. هنوز بهش نرسیدیم. ولی میرسیم. رنجش های جدیدی رو که میخواد قراره بلیس کنیم طبق اینا کار بکنیم. که درسته؟ باز بیاریم. آره. دوباره تانی جریا. که دارید رو لطفا با همین سوالا برید جلو تا کامل بشه و سعی کنید. ما داریم یواش یواش لیستو کامل میکنیم دیگه، بعد میریم لیست ترس و لیست روابط جنسی و تمام اینا رو میخوایم کار کنیم دیگه با هم دیگه. نمید خدا دمید. حنیف میتونی صحبت کنی یا نه؟ اگه سوالی داری بپرس، من الان پاسخگو هستم. خب نیستش، نداره، میشنوه صدای ما رو. فقط برو هارون دعا رو بخون و تموم کنیم این قسمت رو. پروردگارا خود را تقدیم به تو میدارم، با من کن و از من ساز آنچه که خود اراده کنی. از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم. مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد. برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهند داد، باشد که همیشه بر اراده تو گردن نهم. آمین. آمین. درود بر شما. خسته نباشید. من آنلاین نیستم ولی میشنوم و سوالات رو از من میپرسن. دمتون گرم. خدا بهتون عزت بده. صداتون خیلی قطع وصل میشد، نمیدونم نت من بود یا مال شما بود. صدات ها ضعیف دارم ولی بگو میشنم. آره نت منه. اونجا که گفتیم که اگه قدم چهار مشکل داری اینا میتونی برگردی به قدم سه. من آره تو همین مونده و دقیقا مشکل منم فعلا در حال حاضر همینه که مثلا تو قدم چهار استوب کردم و باید رجوع کنم. بیا با هم صحبت کنم.
چیزای روزمره کارم، چیزایی که یعنی چیزی بگم، یعنی شغلم، یعنی وقت نمیدونم. نداری بنویسی؟ نه کردم. چرا؟ کردم و واسه چیزای بیهوده، یعنی وقتم رو پر کردم. متوجه چی میگم؟ یک سوالی، فکر میکنی قدم چهار نمیتونه بهت کمک کنه؟ چرا قدم چهار کمک میکنه؟ میدونی؟ نه نمیخوام داره تایید بخوام ازت، میخوام نظر قلبی تو بدونم. بهم بگو آقا فکر میکنی؟ نه میتونم، میتونم، میتونی؟ آره. خب ببین، از این به بعد برای اینکه سختت نباشه بیا به هم یه قولی بدی که شما هفته ای 3 ساعت برای این قدم چهار وقت بذاری. هفته ای، نمیخواد روزی وقت بذاری. آره بیا با هم یه قولی بدی. خوبه؟ باشه، انشالله باشه. یه دفترچه هم گوشه جیبت داشته باش، یه تیکه کاغذ، هر چی میشه که ازش رنجش داری سریع بنویس و توی اون 3 ساعت وارد کن تو دفتره. باشه انشالله. فکر میکنی بشه این راه با هم بریم؟ آره این کاری نداره، برا من کاری نداره. خیلی خوب، پس اگه افتش برمیان که چه عالی، اوجارم کمکت کرده باشه. آره میتونم. به خودت استراحت بده و یادت باشه قدردان خودت باشی. تو داری کار بزرگی میکنی و این کار بزرگ قطعاً سختی های خودش رو داره و تو باید افتش برمیان و تو میتونی. تنها کسی که میتونه افتش برمیان توی. سوال دیگه نداری؟ نه نه نه. باشه قربونت. بچه ها امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه، با من در ارتباط باشی. شمارم هم 0937 0937 825. با من در ارتباط باشید، هر سوالی بود حالا تو سیوی برمان بفرستید که من پاسخ دوی شما هستم. باشه چشم. بریم که یک هفته عالی رو داشته باشیم انشاءالله. نمیشون خوب قربونت خدا.